گرمی های فکر شماره 53. میخوام امروز از اینجا آغاز بکنم که تفاوت بین ایدئالیسم و متافیزیک رو با توجه به زندگی مدرن امروزی و تحول پراتیکی که فلسفه پیدا کرده توضیح بدم. میخوام بگم که چرا ایدئالیسم دیگه کاربردش خیلی کم شده توی دنیا، در یعنی جاذبه طرح این واژه، جاذبه این واژه خیلی کم شده و یه جوری مسکوت شده و این علت داره. این علتشو میخوام خود ارزیابی بکنم، یعنی در حالی که و این در حالیه که متافیزیک به عنوان یه واژه هنوز خیلی جاذب طرحش و یه مقدار هنوز کنجکاوی های انسان رو ارضا میکنه یا لااقل دست کم به طرف خودش میکشونه این کنجکاوی ها رو. علت این که ایدئالیسم دیگه الان در حقیقت خارج شده از چیز مباحثات فلسفی، یکیش اینه که این پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری تا جایی بوده که دیگه به این چیز رسیده که خب این ایدئالیسم افلاطونی که جهان، این جهان سوریه و تمام این چیزهایی که توی این دنیا هست اینا واقعی نیست، اینا واقعی نیست، سایه است و اصلش جای دیگه است، اینا دیگه بدون اینکه احتیاجی به استدلال باشه برای ردش که در گذشته بشر خیلی تلاش کرد و استدلال کرد، اینا الان خود رشد فرهنگ، خود زندگی عملی و عقل عملی و رشد زندگی عرفی اصلا اینا رو از دستور روز خارج کرده و دیگه به هیچ کس نمیشه گفت که این مسائل واقعی که تو کوچه و خونه و خیابون میگذره اینا یه چیزای واقعی نیست. اون رو میشد به یه بشریتی که در این حد از رشد فرهنگ نبوده اونجا مطرح کرد. یکی دیگه این که بشریت امروز خیلی کم حوصله تر از بشریت گذشته است و این همه حوصله نداره به گذشته بپردازه که در گذشته چی بود و اصل چی بود و ایده بود یا ماده بود و اینها رو خود رشد دانش و معرفت بشری و دانش‌های تخصصی به اونا می‌پردازن و اینا دیگه جاذبیت فلسفی هم چندان ندارند. از لحاظ پراتیکی مثلا ایدئالیسم توی جاهایی هنوز کاربرد داره، حتی کاربرد مثبتی داره، اونم وقتیه که آدم در برابر این رشد تکنولوژی بیروح و این فناوری که جای خدا رو داره میگیره، در برابر یه چنین چیزی خب بشر تلاش میکنه، بشریت متمدن تلاش میکنه به اخلاق، به فرهنگ تأکید بکنه و همون جوری که یک بار در یکی از صحبت ها گفتم دنبال یه ایدئال های جدیدی بگرده توی آینده که این ایدئال ها با فرهنگ و اخلاق و آینده بشریت ارتباط داشته باشه. حتی یه بار گفتم که ترانساندانتال هم توی فلسفه دیسکورس یه معنی مثبتی پیدا میکنه، یعنی یک دنبال ما یه ایدئالی هستیم، یه پراگماتیک پیشرفته ای که به صورت وفاق دراد، به صورت یک ترانساندانس دراد بین همه ما و این به این لحاظ خب ما ایدئالیستیم، ما ایدئالیستیم، یعنی انسان‌های با فرهنگ ایدئالیستن، یعنی
اونایی که مثلا میبینیم فقط به دنبال ماده یا تو سیاست فقط به دنبال قواعد خشک پراگماتیکی سیاست و برد و باخت هستن، اونا در حقیقت کاملا تو این صحنه از زندگی ماتریالیستن. اینجوری این واژه ها تو قلم رو به دانش های اجتماعی کاربردشون به نظر من تغییر کرده و باید با این تحول عملی این واژه ها حرکت کردیم. پس یه فرق متافیزیک، برگردم به این سخن، یه فرق متافیزیک با ایدئالیسم اینه که متافیزیک الان توی زندگی بشر مسئلهش آینده است. اون مسئله ای رو که در خواستگاه و آغاز و ایدئالیسم به اون الان بشر به اون دو دلیلی که عرض کردم رها کرده، ولی متافیزیک هنوز به شکلهای مختلفی به حیات خودش ادامه میده. یکی این که مثلا ما یه متافیزیک داریم بهش میگیم متافیزیک عام، که همون اونتولوژیه، که این گرایش های عمومی مافوق طبیعی انسان رو نشون میده، و یه متافیزیک خاص داریم که در حقیقت تشکیلاتی شدن و ارگانیزه شدن اون اونتولوژیه که تو مذهب خودشون نشون میده و تو سیاست هم توی اعتقادات ایدئولوژیک تو سازمان های ایدئولوژیک و اینا، اونا هم یه جوری باز متافیزیک خواستن. و یه متافیزیک هم داریم که متافیزیک کارکردیه یا متافیزیک کاربردی، بگیم متافیزیک فونکسیونل، که این خیلی اهمیت داره الان تو زندگی مدرن و با این و از اینجا به وجود اومده که متافیزیک در حقیقت از فلسفه خارج شده و به قلمرو به روانشناسی وارد شده و به صورت یه نیاز روانی انسان‌ها به طور مرئی یا نامرئی عمل می‌کنه و این رو آدم، حتی کسی که خودش متافیزیک رد میکنه، گاه این تجلیات متافیزیکی رو میتونه گاه تو خودش این متافیزیک کارکردی رو ببینه، اگر چیز ابجکتیو نگاه کنه و انتقادی نگاه کنه، اینا میتونه اونا رو تو خودش ببینه و یه جایی هم میبینه این یه جوری متافیزیک طبیعیه و اینا طبیعیه. و مثلا من یه مثال بزنم برای که این متافیزیک طبیعی و کارکردی رو نشون بدم. یه بار ما رفته بودیم به کوه در سوئیس و در اونجا در اون کوه ها یک کافه ای بود که اونجا رفتیم صبحانه بخوریم و شیری که کافه آورد و روی میز ما گذاشت، بعضی از دوستان گفتن این شیر طبیعیه، مخصوصا اون دوستی که ارگانیزه کرده بود این سفر رو گفت این شیر طبیعیه و از همین گاوهایی میاد که الان صدای زنگوله هاشون میاد. و ولی من از نحوه گفتن دوست عزیزم متوجه شدم که اون یعنی احتیاج داره که این شیر این گاوها باشه و اون اینو میدونست، برای که اون به اون کوه و به اون کافه کوهی بارها سالیان درازی بود که میرفت. بعد من رفتم اون در اون کافه که یخچالاش بود و دیدم اون شیر پاستوریزه اونجا بود و از اون صاحب کافه هم اینو پرسیدم. ولی مسئله این بود که احتیاج به این که این شیر از اون گاف ها باشه و طبیعی باشه، این یکی از اون واکنش ها و تجلیات متافیزیکی توی اون دوست من یا بعضی از دوست های من بود که تو خود من هم ممکنه توی جاهای دیگه اون خودشو نشون بده. ولی مسئله اینه که اصلا متافیزیک به این پرسش متافیزیک چیست اینجوری هم میشه تو زندگی برخورد کرد. و اینه که میبینیم ایدئالیست میگم از چیز زندگی، از پراتیک زندگی خارج شده، ولی متافیزیک به شکلهای مختلف به جاذبیت خود رو حفظ کرده برای که تونسته تو فلسفه درات و بره تو روانشناسی آدم و در حقیقت پایگاه و خواستگاهش هم توی روح
آدمه. یکی از انواع همین متافیزیک درمانی، متافیزیک کاربردی، متافیزیک درمانی که از دوره جادو بوده، جادو یا مگی که چجوری درمان میکردن آدم ها رو تا دوران مدرن، که این یه متافیزیک درمانی هست که که گفته میشه کوگنیتیو تراپی، کوگنیتیو تراپی یعنی این در واقع شکل پیشرفته یه همون درمان با جادو و مگیه، و این اون درمان جادویی بود که یه واقعیت هایی هم توش بود، و این درمان کوگنیتیو یا شناختی رو درمان فلسفی هم میتونیم بهش بگیم، مثلا تو بودیسم خیلی ازش استفاده میشه، با شکلهایی از مدیتاسیون و غیره، اونم یک نتایج و دستاوردهای خودشو داره، ولی مهم اینه که این به این عنوان ولی اگر شناخته بشه کمک میکنه به جلوگیری از توهم در ذهن آدم. یکی دیگه از شکل‌های این متافیزیک که به چیز خودش، به حیات خودش ادامه کرده، اینه که بشر گاهی که میبینه معرفت به زیانش از اون ویراج میره و اونو همونجور که در مورد اون شیر و پاستوریزه عرض کردم از اون چیز میکنه، تفره میره، و با این تفره رفتن ولی اعتقاد خودش رو به معرفت به عنوان یه هدف حفظ میکنه، یعنی واقعیتش رو در لحظه ای که باش برخورد میکنه ازش تفره میره، ولی به ابستراکت اون، به عنوان یه هدف، به تجرید اون به عنوان یه هدف وفادار میمونه، و این چیزیه که کافکا در یکی از نوشتاش که من اخیراً بهش پرداختم و نوشتم اشاره میکنه، تحریف واقعیت معرفت برای اینکه معرفت رو به هدف تبدیل بکنه. اینم یکی از شکلای چیزه، مثلا برای اینکه مثالم رو روشن‌تر بکنم، یعنی سوسیالیسم رو مثلا خیلی از چپ‌ها تحریف میکردن به شکل خیلی مبتذلی درش میوردن، و با این کار اونو بیشتر به یک هدف تبدیل میکردن، یعنی اگر اون رو، چون معرفت یه شدمانه، یه شدنه، یه چیزیه که توش میری و لحظه به لحظه خودشو تغییر میده، و به عنوان یک هدف اوتوپیایی وقتی مطرح میشه که تو از شدمان معرفت یه جوری بیرون بیای، یه جوری تفره بری. و سوسیالیسم با اون هرچی شکل مبتذل‌تر و ایدئولوژیک‌تر و مؤمنانه‌تری به خودش پیدا می‌کرد، بیشتر به یک هدف متافیزیکی تبدیل می‌شد. حتی وقتی که مارکس تو مسئله یهود نوشت که دولت مدرن که اومد جانشین متافیزیک شد، حتی بعداً دیدیم که این دولت مدرن هم متوجه شد که نباید کاملاً جانشین متافیزیک باشه و باید از اون به شکل‌های مختلف، یعنی به اون احتیاج داره برای اینکه قدرت خودش رو چیز بکنه. برای همینم از اون هدف‌های کاملاً سکولاریستی خودش یه مقدار دولت مدرن تفره رفت و بیشتر سعی کرد از مذهب یا از متافیزیک به طور کلی به شکل‌های مختلف تو رسانه‌ها استفاده بکنه. یعنی دولت مدرن کارش اینه که از طرفی جانشین متافیزیک میشه و از طرفی از اون به عنوان یک قدرت روانی دست دوم، به شرط دست دوم بودنش یا به شرط اینکه خودش ناقل اون باشه، خودش اونو از طریق رسانه‌هاش معرفی بکنه و نه کلیسا و نه مذهب، یا اگر مذهب هم اون متافیزیک رو منتقل میکنه، باید زیر ابتکار و کنترل دولت مدرن باشه. به این متافیزیک هم پس دولت مدرن، یعنی از این جاذبیت متافیزیک هم دولت مدرن میبینیم که استفاده میکنه.